در این ارتباط با حیوانات و گیاهان ما باید از فرادرمانی یا تشعشع دفاعی استفاده کنیم. بحث اینجاست که ما در مورد گیاهان از فرادرمانی عمدتاً استفاده میکنیم خب در وهله اول. در مورد حیوانات اگر رفتارهای غیر عادی داشته باشن از تشعشع دفاعی. خب در مورد گیاهان باز اگر نتیجه مطلوب حاصل نشود تشعشع دفاعی رو استفاده کنید. در وهله اول مخصوصا در مورد گیاهان لازم نیست از تشعشع دفاعی استفاده کنید. معمولا ممکن از تشعشع دفاعی استفاده بکنید گیاه یه دفعه وا بده. خب ممکن اینطوری بشه. لذا در مورد گیاهان فرادرمانی رو استفاده میکنیم. اگر احتمالا نتیجه نگرفتیم بله چون من یه جای به بامبو تشعشع دفاعی دادم چند شاخه بعد طلبت اینا چیزایی بود که سالا قبل انجام شد بعد یعنی همشون با رفتن و خلاصه افتادن به جون مربع این جنب جنب اصلا موجودات غیر ارگانیک با گیاهان زندگی میکنن. با گیاهان حیوانات اصلا جزء اکوسیستم هستن. به اصطلاح اصولا با حیوانات و گیاهان همراه هستن. خب و مخصوصا پاسدارا با اکوسیستم اصلا جزء اکوسیستم هستن. منطقه بخشی هستن که ما نمیبینیم ولی با اکوسیستم دارن زندگی میکنن. مثل بقیه بخش ها دارن با اونا زندگی میکنن.